سلام خدمت دوستای عزیز. میشه چند وقتیه که سایت ها رو یه نگاه مینداختم، یوتیوب رو یه نگاه مینداختم و غیره، ویدیوهای میدیدم که میشه گفت طریقه دور زدن فیلترینگ رو داره توضیح میده که تنظیمات گوشیتون چیکار کنین، چه فیلتر شکنایی استفاده کنین و از اینجور حرفا. ببینین، دو تا حالت هست: یا باید برید وی پی ان رو بخرین که سرعتش بالا باشه، یا میشه گفت فیلتر شکنایی هستش که مجانی اما سرعتش پایینه. اما به جز این یکی که الان دارم معرفی میکنم، خوبی این میشه گفت وی پی ان، پروتون وی پی ان، اینه که هم واسه پی سی داره، هم واسه مک داره، هم واسه اندروید داره، هم آی او اس داره. و یکی از خوبیایی که این داره، حالا شما تو گوگل اگه اینو سرچ کنید پروتون وی پی ان، می‌بینید یه حالت فری داره. یعنی تو همین قسمت فری کلیک می‌کنیم، این به شما یه اکانت میده. دفعه اول که اکانت رو درست کنین، یعنی فری کلیک می‌کنین، یوزر، پسورد و ایمیل وارد می‌کنین. به شما یک هفته اجازه میده که مجانی از این پروتون وی پی ان استفاده کنید. مثلا همینی که الان من دوباره درست کردم، یعنی یک هفته، یه هفت روز، و هیچ لیمیتی هم میشه گفت نداره. بالاترین سرعت یعنی تو بیشتر کشورام هست. این حالا شاید بپرسی این یه هفته تموم شد چی، دوباره باید بسازیم؟ ببینید، هم میتونین درست کنین، هم میتونین درست نکنین. من خودم درست نمیکنم. یه وقتی این یک هفته تموم بشه، این میشه گفت کل سایت ها رو میبنده، کل این کشور ها رو میبنده به جز آمریکا، نیدرلند و ژاپن. و میشه گفت این ها حتی حالت فریش از میشه گفت فیلتر شکن های پولی هم میشه گفت یه مقدار بهتره. شما نهایت، یعنی حرف اینه که حتی این تایم تموم شد دیگه، مدام شاید تا دو سه سال دیگه میشه گفت همین سه تا آی پی رو به شما میده با همین یه دونه اکانتی که درست کردیم، یعنی با آی پی آمریکا، نیدرلند و ژاپن میتونید کانکت بشین به یوتیوب رو فیلتر دور بزنید. و اما پیشنهاد میکنم شما دو تا اکانت درست کنید، یعنی شما از قسمت فری اینجا دو تا اکانت درست کنید، یه دونه واسه پی سی تون، یه دونه واسه اندرویدتون، که من روی اندرویدم دارم. حالا یه لحظه اونم بهتون نشون بدم. خب الان گوشی منه، ببینی یه حالتی هم داره، یه حالتی هم داره واسه اندروید، همین پروتون وی پی ان. من میشه گفت یوزر پسورد قبل که قبلا درست کردم، میبینی همه رو بسته که میگه نیاز به آپدیت داره، یعنی باید اکانت رو بخرین یا باید دوباره برگردین اینجا، یوزر پسورد، ایمیل جدید، اکانت درست کنین، فری استفاده کنین، یا نیازی هم نیست، همین کاری که من میکنم، میایین از همین آمریکا، از نیدرلند و ژاپن استفاده میکنیم، که میشه گفت حتی واسه ویدیو گذاشتم توی یوتیوب من بیشتر از همین نیدرلند استفاده میکنم. سرعتش هم بد نیست، پینگش هم خوبه. چیز خاص دیگه هم نیست. اگه سوالی داشتین جواب میدم. ممنون از حمایتتون، اگه کردین، اگه هم نکردین که هیچی، لایک کنین، سابسکرایب کنین، واسه دوستاتون بفرستین که همه از این وی پی ان استفاده کنن مثل خود من. و شاید هم بگین که خب میتونیم از ایمیل های جعلی فیک استفاده کنیم. اینم خدمتتون عرض کنم که ما خیلی وقت داریم از این ایمیل فیک استفاده میکنیم، دیگه این سایت میفهمه. واسه همین سیستمی که من گفتم ادامه بدیم، یه اکانت، یه ایمیل
یه ایمیل اصل، ایمیل اصلی یعنی مال گوگلتون رو استفاده کنین، دو تا اکانت بسازین و یه دونه واسه پی سی یه دونه واسه اندروید، خودتون راحت کنین. و سلام. خب بعدن خداحافظ.